نخستین اقدام سمیع سادات پس از بیعت به جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود. حمله از قبل پلان شدن نیروهای جبهه مقاومت به مرکز طالبان، بیش از 20 طالب اسیر شدند. جزئیات این خبر که تازه به دسترس ما قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خبر تازه، منابع محلی در ولایت لغمان میگویند در نتیجه یک درگیری مسلحانه بر سر زمین در ولسوالی علی شنگ این ولایت دو نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. قاری عبدالقاهر اسد، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در لغمان، به روزنامه اطلاعات روز گفت این درگیری دیروز شنبه 20 عمل در منطقه میلدره ولسوالی علی شنگ رخ داده است. به گفته او 6 نفر از دو طرف درگیر کشته و یا زخمی شدند. صدای آمریکا می نگارد سمیع سادات، جنرال اردوی پیشین افغانستان، می گوید که مذاکره با جنرالان و افسران عالی رتبه و شماره از سیاستمداران افغانستان جریان دارد و روند انسجام نیروهای امنیتی پیشین به ویژه نیروهای اردوی افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. آقای سادات و صدای آمریکا گفت پس از این طرح انسجام نیروهای امنیتی ایجاد می شود، ما در 3 بخش نظامی، سیاسی و مدنی اقدامات خیش را آغاز می کنیم. او گفت که حذف چهره هایی که در سقوط جمهوریت نقش داشتند، در فساد دخیل بودند، حس مالکیت و روحیه مبارزه نداشتند، از شرایط گروه بندی و انسجام مبارزه جدید در مقابل طالبان عنوان شده است. به گفته این جنرال پیشین، در این جریان جدید افراد از طریق یک روند انتخابات برگزیده خواهند شد که سابقه جرمی نداشته باشند و در فساد دخیل نبوده باشند. او در مورد افرادی که در این جریان جذب می شوند گفت باید جوان باشند، افراد بسیار سابقه، کهنسال و دزدان را کار نداریم. سمیع سادات تا چند روز پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مسئولیت جنگ بر ضد طالبان در ولایت هلمند را به دوش داشت و در آخرین روزهای پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل فراخوانده شد و مسئولیت انسجام امور امنیتی پایتخت به وی سپرده شد. آقای سادات بدون اینکه نام کسی را ذکر کند گفت که شماری از رهبران سیاسی تا پس از عید فطر مهلت خواستند. او گفت که پس از واضح شدن نتیجه تصمیم رهبران سیاسی، تمام اقوام و صفوف از نظامیان گرفته تا فعالان سیاسی و مدنی و جوانان همه متحدانه در مقابل طالبان اقدام خواهند کرد. در این حال شاداب امین بیگزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است لطفاً استعداد کشی نکنید، از مقامات حکومت پیشین خوشم نمی آید، اما این قدر بیاد دارم تا روزی که جنرال سمیع سادات در جنوب کشور بود، نه هلمند سقوط کرده بود و نه قندهار، اما بیاد داشته باشید مشکل از ارگ بود نه از میدان جنگ. به هر حال من بارها از مقامات طالبان شنیدم که گفتن هم عفو شدند، اما جنرال سمیع سادات عفو نشده. به هر حال تا آنجایی که من از جنرال جوان شناخت دارم، او انگیزه خوب برای دفاع از مملکت دارد. او تحصیل کرده نظامی با تجربه جنگ در مقابل دشمنان است. از مقامات دزد فساد پیشه با فکر کنک جز دزدی و معاملگری چیزی یاد ندارند بگذاریم و رهبری جنگ و اصل را به دست نسل جوان بدهیم که هم فکر جوان دارند و هم سابقه دزدی و فساد ندارند. و در پایان روزنامه 8 صبح گزارش می دهد در یک حمله از قبل پلان شده نیروهای جبهه مقاومت به یک مرکز طالبان در بدخشان، بیش از 20 جنگجوی طالبان اسیر شدند. منابع به کاویان می گویند این حمله شب گذشته در منطقه میدان ولسوالی کوهستان صورت گرفته است. به گفته منابع در این رویداد همچنان یک طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای مقاومت مقدار زیاد جنگ افزار و مهمات نیز از مرکز طالبان به دست آوردند. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر. بدرود.